حسینی. بفرمایید بفرمایید. من عرض کنم این دستمیل من تموم بشه. آقای ابن خلکان میگه که جناب ابن ابل حدید اشتغل به فقه امام شافعی. شافعی مذهب بوده و به فقه امام شافعی مشتغل بوده. همچنین دلایل دیگری که ما میتونیم بیاریم حواله مثل آقای زرکلی در اعلامش، کتاب اعلامش، ایشون هم همین جش شافعی مذهبه. من از شما سوال میکنم، فقه شافعی از فقه هایی که مورد قبول شیعه هست، یعنی فقه شیعی محسوس میشه یا فقه اهل سنته؟ نشت کاملا اهل سنته. دیگری هم که عرض میکنم، شما در مورد بیننده قبلی که بود مطالبی در مورد نهج البلاغه فرمودی. ببینید آقای حسینی، شما حتما باید دیده باشید کتاب نهج البلاغه اسنادش جمع‌آوری شده و به طرق مختلف هم چاپ شده. اگر قرار باشه، اجازه بده من یه جمله بگم پایان حرفم تمام بشه، اگر قرار باشه احادیث یک مذهبی زیر سوال بره، قطعا این احادیث اهل سنته. چون احادیث اهل سنت هست که دوره تدوین حدیث رو دارن. در اهل سنت یه مدت طولانی حدود یک قرن حدیث اجازه نوشتنش رو ندادن، اجازه کتابتش رو ندادن. از همین روز که جناب آقای محمود ابو رگه از پژوهشگران مصری اهل سنت است، کتابش معروف به چاپ شده در کشورهای مختلف، بینندگان عزیز رو دعوت میکنم این کتاب رو حتما مطالعه. اصلا دعوت هم هیچ کس نمی کنیم، کتابی است یک فرد منحرف است. من اینو فقط تو حرفتون باید مجبورم. کتاب کاملا فرد منحرفی است، همه علما ردش دادن. نه چون اینجا دیگه شما سوء استفاده نکن، سوء استفاده کردین. من سکوت کردم. نه من سکوت کردم، ولی وقتی میاد شخصیتی که اصلا منحرف هست، علما همه ردش دادن، خیلی حرفای نادرست داره، شما میاد دعوت میدید که مردم بخونن، اینجا من این اجازه به شما نمیدم. و از ما باهاتون خداحافظی میکنم، ببخشید، خداحافظ شما، معذرت میخوام چون وقت ما دیگه تموم هست، یه دقیقه بیشتر نداریم، میخوام صحبت یک شما فرمودیدم جواب میدم، ممنون میشم، خداحافظ شما. اما اینکه بحث تقیه هست برادر عزیز، من نمیدونم شما چرا این تقیه کردن رو براتون خیلی عجیب هست، انکار میکنید. خب چیزی قمی چی میگه؟ میگه که التقیه واجبتون من ترکها کان بمنزله من ترک الصلاة. کجا این شرط رو گذاشته که حتما باید ترس جان باشه؟ میگه تقیه واجب هست، کسی که اونو ترک کنه همانند کسی است که نماز رو ترک کرده. میشه نماز رو ترک کنید؟ و جالب هست که حتی وقتی که میبینیم که کلینی از ابو عبدالله حضرت جعفر نقل میکنه، یا سلیمان انکم علی دین من کتمه اعزه الله و من اضاعه اذله الله. شما بر دینی هستید که اگه کتمانش کنید خدا شما رو عزت میده، اگه اونو پخش کردید، منتشر کردید، دین رو به مردم رسوندید، خدا شما رو خار و ذلیل میکنه. التقیه من دینی و دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له. تقیه دین من هست، دین آبای من هست. این دروغایی که نسبت داده شده، نگید که تقیه برای حفظ جان است. اصل در کل دین شما 9 دهم دین و وقتی تقیه قرار میدید، قومی میگه که چی؟ التقیه واجبتون لا یجوز رفعها الا ان یخرج القائم فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج علی دین الله. تقیه واجب هست تا زمانی که مهدی ظهور کند. هر کس که قبل از خروج مهدی تقیه را ترک کند، بر دین خدا خروج کرده و علی دین الامامیه، بر دین خدا، نه فقط میگه امامیه، میگه بر دین خدا هم و بعد در دین امامیه، و خالف الله و رسوله و الائمه، با خدا و پیامبر و ائمه مخالفت کرده. گرد تفسیر قمی میخونیم که از امام صادق سوال میشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه که اعلمکم بالتقیه، هر که بیشتر تقیه کرد کنند. لولا التقیه ما عرف ولینا من عدونا. اگر تقیه نبود دوست ما از دشمن ما شناخته نمیشد. یغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والاخره ما خلا ذنبين. خدا هر گناهی میبخشه مگر دو تا گناه، ترک التقیه و ترک حقوق الاخوان. اگه تقیه را ترک کردی خدا اینو نمیبخشه و همچنین حقوق برادران، یعنی منظور همون
اعتقادات خودش، کسان که معتقد خود هستند. خب پس اینجا اصلا بحث این نیست که شما فقط به عنوان میگید که ترس جان باشه، نه، تقیه شما به عنوان یکی از اصول اعتقادی دارید که